سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوستداران عزیز، به برنامه نان روزانه خوش آمدید. خدا رو شکر کنیم برای امروز که باز میتونیم با هم باشیم و زمانی رو بذاریم در کلام خداوند. عزیزان، میخوام امروز از مزامیر باب 17 خدمت شما بخونم که دعای داوود رو بیان کرده. مزامیر باب 17 که 3 کلمه هستش که دعای داوود رو خلاصه میکنه. اولین کلمه بشنوه، کلمه بشنو، آیه 1، مزامیر 17 آیه 1 میگه: ای خداوند عدالت را بشنو و به فریاد من توجه فرما و دعای مرا که از لب بیریا می آید گوش بگیر. دعا میکنه، میگه خداوند عدالت را بشنو. خداوند دل داوود را آزمود، خداوند آزمایش کرد، امتحان کرد دل داوود را که ببینه آیا دلش توی دلش کینه هست، توی دلش بی انصافی و بی عدالتی هست یا نه. داوود میگه که خداوندا عدالت را بشنو، عدالت منو بشنو و به فریاد من توجه فرما. خداوند پس دل داوود را آزمود. کی، چه زمانی از روز خداوند دل داوود را آزمود؟ در آیه 3 میخونیم که شبانگاه خداوند این کار کرد. آیه 3 میگه دل مرا آزموده ای، شبانگاه از آن تفقد کرده ای، شبانگاه از آن تفقد کرده ای. شبانگاه هستش که خداوند دل ما را آزمون میکنه، ما را آزمایش میکنه. عزیزان، خداوند بعضی موقع یه مصیبت هایی، یه بلایی رو میفرسته به زندگی ما که میخواد ما را امتحان کنه. یه مریضی پیش میاد، یه جریمه میاد، یه اتفاق بد میفته، اون شبانگاه میاد سراغ ما، تاریکی میاد که انگار نور نیستش و ما نمیتونیم در نور قدم برداریم و اون موقع بعضی موقع افسرده میشیم و غمگین میشیم. ولی داوود این کار نکرد، داوود ننشست خونه که ببینه چرا این اتفاق افتاده، غمگین نشد. و دومین واژه‌ای که هستش قائم هست، در آیه 5، آیه 5 میگه قدم هایم به آثار تو قائم است پس پای هایم نخواهد لغزید. قدم هایم به آثار تو قائم است پس پای هایم نخواهد لغزید. پس داوود نبی در تاریکی که افتاد، در شبانگاه که خداوند آزمایش کرد داوود نبیو که این مصیبت اومد سراغ داوود نبی، داوود ننشست خونه که افسرده بشه، به آثار خداوند قائم بود قدم هاش. پس پای هایم یه نخواهد لغزید، نلغزید پای های داوود، بلکه در اثر قدم های خداوند قدم گذاشت داوود نبی. یعنی شروع کرد به خدمت کردن، شروع کرد به محبت کردن به دیگران و عدالت کردن و داوود نبی غمگین ننشست خونه. پس عزیزان، موقعی که تاریکی میاد، شبانگاه میاد سراغ ما، یه مصیبتی میاد توی زندگی ما، نباید بشینیم خونه و افسرده بشیم، ناراحت بشیم، بلکه در راه خداوند قدم برداریم، به خداوند توکل کنیم و عدالت خداوند را انجام بدیم. عزیزان، و یهودا باب 24 راجب همین قائم بودن محبت خدا صحبت میکنه. یهودا آیه 24 میگه الان او را که قادر است که شما را از لغزش محفوظ دارد و در حضور جلال خود شما را بی عیب به فرحی عظیم قائم فرماید. پس خداوند ما را از لغزش خوردن محفوظ میداره و ما را قائم میکنه، در حضور جلال خود شما را بی عیب به فرحی عظیم قائم فرماید. خداوند ما را بی عیب قائم میکنه که ما لغزش نخوریم، که ما از خداوند دور نشیم. خداوند ما را حفظ میکنه اگر در راه خود، اگر با خداوند باشیم، اگر در راه خداوند قدم برداریم، میتونیم قائم بشیم، میتونیم محفوظ باشیم و خداوند ما رو محافظت میکنه از هر بدی، از خطایا، از بلایا. و سومین واژه پنهان کن، آیه 8، پنهان کن. داوود نبی میگه مرا مثل مردمه که چشم نگاه دار، مرا زیر سایه بال خود پنهان کن، مرا زیر سایه بال خود پنهان کن. اگر میبینید سایه چیز خوبی نیست برای پناه آوردن، اینجا یه خورده سایه هستش، من نمیتونم به سایه پناه ببرم، ولی اگه اون سایه سایه خدا باشه، میشه بهش اعتماد کرد، میشه پنهان شد در سایه خداوند. و این سایه بالهای خداوند، منظور داوود، منظورشون صرافین و کروبین هستش که در
گسلکداس بود. در خانه خداوند دو تا فرشته بود که بالای تابوت عهد خداوند قرار داشتند، که بالها یکی از سمت راست یکی از سمت چپ تابوت عهد خداوند قرار داشتند، که بالاشون رو به همدیگه آورده بودن به سوی همدیگه. و داوود نبی میگه به زیر سایه بالهای تو پناه میبرم. یعنی ما میتونیم بریم گسلکداس، وارد خانه خدا بشیم و میتونیم در زیر سایه بال خداوند پناه بگیریم. موقعی که شب میاد، موقعی که تاریکی میاد، ما میتونیم به خداوند پناه ببریم عزیزان. پس اگه این کارو بکنیم، خداوند ما رو قائم خواهد کرد و خداوند دعای ما را خواهد شنید، خداوند ایمان ما را قائم خواهد گردانید و خداوند ما را از شیطان و تاریکی و شبانگاه قائم محفوظ خواهد کرد عزیزان. پس اگر به عیسی مسیح ایمان ندارید، میتونید ایمان بیارید، میتونید پناه ببرید به زیر سایه بالهای خدای زنده عیسی مسیح و شما را خداوند نجات خواهد داد و شما را قائم خواهد کرد و شما را محافظت خواهد کرد عزیزان. بیاید دعا کنیم و برنامه نان روزانه را خاتمه بدیم. خداوند تو رو شکر میکنیم برای اینکه خداوند تو دعای ما را میشنوی، خداوند ایمان ما را قائم میکنی و خداوند به ما پناه میدی از شبانگاه، دل ما رو میازمایی. خداوند دعا میکنم که کمک کنی بتونیم به تو توکل کنیم تا خداوند بتونیم محفوظ باشیم از خطرات زندگی، از شیطان، از گناهان. خداوند تو رو شکر میکنم و همه دعاها رو در نام عیسی مسیح میطلبم. آمین.